خداوند. سلام خدمت همه هموطنان عزیزم. آرزو دارم هر کجایی که هستین صحت و سلامت و با عافیت کامل باشین. خوش آمدین به یکی از برنامه های دیگر کاروبار با من لیزا عمری. برنامه ما آغاز شده و طبق معمول در نخست یک بسته تصویری داریم که در بسته معلوماتی ما البته در مورد اینکه برای کارآفرینی کدام کارها را انجام بدیم در نظر گرفتیم و در کنارش در بخش دوم بانو مدینه نظری را یکی از بانوان متشبث را از طریق اسکایپ و ولایت زیبای هرات با خود داریم و تقاضای می است که تا آخر برنامه با ما همراه باشید و از داشته های امروز کاروبار مستفید شوین. امروز هم بر شما اشاره هم داشتم که موضوع بسته معلوماتی مویی است که چگونه کارآفرین شویم یا کدام کارها را انجام بدیم برای کارآفرین شدن، که بدون شک یک باور عمومی در بین همه مردم وجود داره که افرادی که موفق و ثروتمند هستند تنها اینا میتونن کارآفرین شوند و برای که ما شما هم موفق و ثروتمند شویم باید کارآفرین شویم. خب حالا این کسایی که میخواین کارآفرین شوند باید کدام کارا را انجام بدن، که چند نکته خیلی مهم را ما یادداشت برداری کردیم که از جمله پیدا کردن ایده جذاب هست که باید ما یک ایده جذاب را پیدا بکنیم و خلاقانه کار بکنیم و در کنارش هدف خود را مشخص بکنیم که ما زمانی که می‌خوایم یک کسب و کار را آغاز بکنیم هدف ما از کسب و کار چی هست و در کنارش طرح برای کسب و کار هم داشته باشیم که از کجا آغاز می‌کنیم و در روند کار ما باید ما کدام کارهای دیگر را انجام بدیم و کدام مهارت ها و ترفند ها را باید بلد باشیم. و در کنارش برنامه ریزی خیلی مهم هست که زمانی که ما میخواییم یک فرد کارآفرین باشیم باید تمام دقایق ثانیه های خود را برنامه ریزی بکنیم. اینکه حالا دیگر چی کارها را باید انجام بدیم میریم روی بسته معلوماتی میبینیم و دوباره برمیگردیم. برای کارآفرین شدن کدام کارها را انجام بدهیم؟ کارآفرینی و ایجاد یک کسب و کار تازه یکی از ارزشمندترین و تاثیرگذارترین کارهایی است که می توانید در طول زندگی خود انجام دهید. راه اندازی یک کسب و کار جدید نه تنها برای خود شما مزایای مالی فراوانی دارد، بلکه این امکان را برای شما فراهم می کند که برای افراد دیگر نیز شغل ایجاد کنید، یک ایده جذاب پیدا کنید. اولین قدم برای کارآفرین شدن پیدا کردن یک ایده تجاری جذاب است که کسب و کار شما را از مابقی کسب و کارها متمایز می کند. پیشنهاد ما برای پیدا کردن یک ایده درست و دوست داشتنی این است که ببینید عاشق انجام دادن چی کاری هستید و به حل چی مشکلات علاقه دارید و درجه یک برای شروع کسب و کارتان پیدا کنید. با پاسخ به همین دو سوال می توانید تعداد زیادی ایده ناب و درجه یک برای شروع کسب و کارتان پیدا کنید. وقتی ایده نهایی را پیدا کنید احتمالاً با یک ایده خیلی بزرگ و رویایی مواجه می شوید، پس لازم است که آن را کوچک و محدود کنید. وقتی که علاقه خود را پیدا کردید و مهارت کافی در آن زمینه کسب کردید به یک مرحله سخت اما دلچسب می رسید. باید اسم کسب و کارتان را انتخاب کنید. مرحله مهمی است و برخی حتی یک ماه زمان می گذارند تا یک اسم خاص و منحصر به فرد برای برندشان ثبت کنند. پس شما هم وقت بگذارید و یک اسم مرتبط با برندتان انتخاب کنید. مخاطبان هدف خود را بشناسید. در گام دوم لازم است ویژگی های بازار، هدف و مخاطب هدفتان را تعیین کنید. برای مثال باید مشخص کنید که مشتریان شما در چه محدوده سنی قرار دارند، ساکن کجا هستند، چه علایقی دارند. اینجا تحقیقات بازار و مخاطب شناسی به کمکتان می آید و به شما نشان می دهد که ایده شما چقدر می تواند سودآور باشد. از طرف دیگر این کار به شما کمک می کند که نیازهای مشتریان خود را درک کنید و راه حل بهتر از رقبا برای حل مشکل آنها داشته باشید. ایده خود را آزمایش کنید. بعد از پیدا کردن ایده و مشخص کردن بازار هدفتان باید یک دوره آزمایشی برای فروش محصول یا خدمات خود در نظر بگیرید. این دوره آزمایشی چند مزیت برای شما دارد. میزان علاقه مردم و محصولاتتان را آزمایش می کنید. بهترین شیوه بازاریابی محصولاتتان را پیدا می کنید. نقاط قوت و ضعف ایده خود را می شناسید. برنامه ریزی برای امور مالی کسب و کارتان ممکن است خیلی جذاب نباشد، اما لازم و ضروری است. در این مرحله باید درک درستی از هزینه های شروع یک کسب و کار داشته باشید و هزینه های مثل مواد اولیه، تولید، استخدام کارکنان، اجاره محل شرکت را محاسبه کنید. مشخص کنید که خودتان
چقدر می خواهید روی کسب و کارتان سرمایه گذاری کنید. اگر به دنبال سرمایه گذاری هستید، باید مزیت رقابتی ایده خود را به خوبی به سرمایه گذاران ارائه کنید تا آنها تمایل بیشتری به حمایت از شما و کسب و کارتان داشته باشند. یک برند قوی بسازید. رنگ، لوگو، ارزش های کسب و کار و فرهنگ سازمانی شما برندتان را شکل می دهد. حتی خطی که برای لوگوی خود انتخاب می کنید بخشی از برند شماست، چون یک پیام برای مخاطب دارد. پس بهتر از این طور بگوییم که برند شما مجموعه ای از پیام هایی است که به ذهن مخاطب می فرستید. یکی از واجبات موفقیت در کارآفرینی نیز ساختن یک برند قدرتمند است، چرا که باعث می شود از رقبایتان متمایز شوید و مشتریان وفادار برای کسب و کارتان بسازید. خطرپذیر باشید. خطرپذیری در تبدیل شدن شما به یک کارآفرین موفق نقش مهمی دارد. اگر خطرپذیر نباشید، هرگز پیشرفت نمی کنید. مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک می گوید بزرگترین خطر، خطر نکردن است. در واقع در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، تنها راهبردی که شکست آن قطعی است، خطر نکردن است. بسیاری از افراد تصور می کنند که تحصیل و یادگیری برای راه اندازی یک کسب و کار ضروری نیست و فقط داشتن سرمایه کفایت می کند، در حالی که این طرز فکر کاملا اشتباه است. برای ایجاد هر کسب و کاری باید با آن آشنایی کامل داشته باشید. یک کسب و کار موفق در کنار اطلاعات تخصصی مربوط به حیطه کاری، به اطلاعات دیگر مانند راه و رسم مدیریت یک سازمان نیز نیاز دارد. قبل از اینکه هر کاری را سر خود و بدون آگاهی شروع کنید، ابتدا دانش و آگاهی لازم برای آن کار را کسب کنید. شما می توانید سطح علمی و آگاهی خود را در طول زمان ارتقا دهید و برای شروع کار داشتن اطلاعات اولیه کافی است. بنابراین هرگز از یاد گرفتن دست نکشید. یک کهکشان، ممنون این که همیشه وقت بیننده برنامه کاروبار هستین. حالا میریم یک میان برنامه کوتاه. زندگیتان آری از مشکلات و چالش ها. دوباره برگشتیم به ادامه برنامه کاروبار و مهمانم مدینه نظری، بانوی متشبث و در عین حال تجارت مواد خوراکی را میکنن و خوشبختانه امروز از طریق اسکایپ و از ولایت هرات با خود داریمشان. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه کاروبار امروز. با درود و سلام خدمت شما، سلام خاص دارم خدمت بیننده های تلویزیون جهانی یک. مدینه نظری هستم از ولایت هرات، مالک کارگاه گوچی. سلامت باشین، ممنون از اینکه بر ما وقت گذاشتین تا با شما گفتگویی داشته باشیم. با نظری، از کاروبارتون در این روزها بگوین که چگونه میگذرد. تشکر شما، زنده باشیم. الحمدلله کاروبار ما خوبه. ما به کارگاه گلچین، کارگاه متعدد نام گلچین است. در کارگاه گلچین در بخش‌های مختلف ما کار می‌کنیم. در بخش شیرینی باب، ترش ایجاد، انواع و اقسام مربا، پروسس غذای محلی هراتی و در بخش‌های دیگه که ما کار می‌کنیم، بخش خیاطی، بافندگی، صنایع دستی، زیور آلات که خانم‌ها اینجا بالغ به 100-150 خانم مسئول به کار هستند. خیلی خوب، انشالله که همیشه کاربارتان عالی بگذره. میاییم روی کارتان، دقیقا چه زمان البته انتخاب کردین مسیر تجارت را و اینکه خواستین به خود کفایی برسین؟ سپاس از شما. از سال 2023 ما شروع به این کار کردیم، جواز هم داریم و خیلی هم مورد استقبال گرم مردم قرار گرفتیم. خیلی خوب، البته انگیزه ایجاد این کارخانه مواد خوراکی را از کجا کردین؟ آیا قبلا عضو از فامیلتان در این شغل وارد بودن یا شما خواستین که یک کارآفرینی بکنین؟ سپاس از شما. خود من خیلی یک علاقمندی خاص داشتم، به خانه ای کار می کردم، قبلا که بود تنها ای کار پیش می بردم. باز انگیزه خیلی خوبه به من وارد شد که من بتونم از این کار خوب بتونم چندین خانم از من مستفید شم، من کار داشته باشم که شاگردا از من یاد بگیرم، آموزش داشته باشم، تولید داشته باشم. خانوادم خیلی من استقبال کردم، پشتیبان می بودم، همیشه من تشویق می کردم. دیگه بعد وقتی من شروع به کار کردم که خواستم از شیرا که در کنار باشم، خیلی مورد استقبال گرم مردم بود. بیشتر کار انگیزه بیشتر برای من این کار داد و خیلی هم تشویق شد و خیلی هم خوشحال هستم از این کار.
خدا را شکر که خوشحال هستین. از حمایت یاد کردین، چقدر به نظرتان حمایت های خانوادگی میتونه در توسعه اقتصادی نقش داشته باشه؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. بزرگترین نقش اینه که خانواده آدم را تشویق کنه، خانواده آدم را حمایت کنه دیگه، یه خیلی نقش عمده ای داره. اما با نظری بسیار از خانواده ها به این نظر هستند که کار کردن یک زن در بیرون، حالا خب چی خیاطی باشه، بافندگی باشه و تجارت به نحوه، عیب میدانند. به نظر شما اینا کار درست انجام میتن یا نه؟ باید ما حداقلش بتونیم به خود کفایی برسیم، در کنارش استقلالیت مالی هم داشته باشیم. سپاس از شما. به نظر من باید خانواده ها مشوق باشن، چی به خانم، اولاد، دختر خانم، آقا پسر، همه باید آقایان و خانم ها، اولاد های خود، خانم های خود تشویق کنن. کار کردن در کنار هم دیگر بسیار خوبه. حمایت ملی رو خیلی خوب میشه. مگه بود خانم همی شوهر می دیگه به شما بگم، خانواده مادری می بسیار مرد تشویق میکردم به این کار. من اگر مثلا یک به خانه یک کیک پخته میکردم، یک دونات پخته میکردم، اینا میامدم تست میکردم چقدر خوشمزه، حال موقعی قدم شیرینی نخوردیم، به بازار ندیدیم، اگر تروشی جور میکردم بعد میرفتم تعریف و تمثیف از تروشی رو میکردم. بعد این باعث شد، همین تشویق از اینو باعث شد که امروز بالغ به 150 خانم به کارگاه ما کار میکنن. و خود برای همه خانم ها توصیه میکنم که خانم ها باید در مقابل مردها باید کار بکنن. ما خانم ها هیچ کمی از آقایان نداریم، استعداد هم الحمدلله داریم دیگه، میتونیم هم کار بکنیم. نظر من اینه که خانواده ها باید فامیلا خور، اولادا خور باید خیلی زیاد تشویق بکنن. بله واقعا که عزم و اراده تان ستودنی هست و ما هم تقاضایم از خانواده هایی است که تلاش بکنین که همکاری بکنین خانم ها و دخترایتان در بخصوص در راستای خودکفایی شدنشان. خب حالا منو نظری، آیا مکان مشخص برای تولیدات وطنی، یعنی تولیدات که شما گفتین که ترشی، چتنی و همچنان ماست هست، مکان مشخص دارین یا در گوشه از خانه شما ای کارگاره یا کارخانه رو ایجاد کردین؟ تشکر شما. بله مکان مشخص داریم، ما اینجا که تولید میکنیم کار میکنیم. من گفتم شما در چندین بخش ما کار میکنیم. ما بخشی هست که به تصویر میبینیم شما، بخش زیارالات که خانم ها کار میکنم، دختر خانم ها جور میکنم، بخش گلسازی که جور میکنم دیگه، بافندگی صنایع دستی شما دیگه، بخش خیاطی هست، بخش کارگاه، که در چهار بخش کار میکنیم ما. اینا شامل داریم، مکان مشخص داریم. خیلی خوب. صنایع دستی که در عقب تصویر ما داریم و میشه بگوین که کار خودتان هست، یعنی کار کارخانه یا کارگاه خودتان هست، چگونه؟ بله تمام چیزهایی که شما پشت سر میبینید اینا همه کارهای شاگردان ما هست، کار کارگاه ما هست. میشه در قسمت صنایع دستی بر ما بیشتر وضاحت بتین و اگر امکانش هست یکی از صنایع دستی که در عقب شما هست با کمره نشان بتین و بیشتر در موردش بر ما معلومات بتین؟ تشکر از شما. این بالاهایی که شما میبینید، این آینه ای که شما میبینید، این کار شاگردان ما است. اینا رو جور میکنم، شاگردا کار دست است. خیلی خوب، خیلی زیبا هم است. این تصویری که شما میبینید، این یک کلاگیس است که کلاگیس شاگردا جور کردم. اینا کارهایی است که اینا با آشپزخانه استفاده میشه. ما انال این گپ هست که ما حمایت اقتصادی نشدیم تا به فعل حال. اگر ما حمایت اقتصادی بشیم ما بیشتر میتونیم کار کنیم، بیشتر میتونیم ما روش بکنیم. حتی داخل خود هرات، از هرات گرفته ولسوالیا و ولایات ما میتونیم نمایندگی داشته باشیم به این کارا. خب ما حمایت اقتصادی که نشدیم، بازم همون رقم هم ما کار میکنیم، خاموش ننشستیم. اینا کلا کارا شاگردامونه. خیلی خوب. در مورد قیمتایش هم بر ما بگوین، مشخصا در مورد آینه که شما بیشتر البته بر ما تشریح کردین کمه. شکر شما. قیمت از این آینه که هست کلا پر دست، این نوره که شما میبینیم اینا به دست بافته میشه. این نگینه که میبینیم و این پارای سندی اینا کلا پر دسته، بعد اینا به از طریق چخ پار گرفته میشه. کلا این موره به نام موره ریز گفته میشه، این کلا به دست پار میشه. قیمت از این آینه هست پنگ در چند روز ساخته شده؟ این تقریبا چهار. خیلی خوب. اینا با سفارش های مشتری هایتان هستن یا خودتان ساختین برای که حداقلش بتانین به تزینات خانه تان استفادهش کنین؟ اینا خود ما ساختیم، بعد مشتری ها که میرم میبینم از اینا سفارش میدم، میگم بابا میرقم جور کنیم، سه تا آشپزخونه جور کنیم، راویز جور کنیم دیگه، از این گلدان ها گلا بریم ما جور کنیم، گلدان بریم ما جور کنیم.
تصویر اول لوازمی که ما میسازیم اول کلا به نمایش میکشیم، شاگردا ما همگی میبینن، بعد از اونها همینا میپسندن، باز ما برای انجام میکنیم. فکر کنم در قسمت چپتان ترشی باب هستن، میشه بیشتر بر ما معلومات بدین که کدام نوع ترشی ها هستن؟ و من خیلی ترشی ها رو دوست دارم و در کل میتونم بگویم تندی را خیلی خوش دارم. شما سلامت باشیم، تشکر از شما. این ترشی که شما به تصویر میبینیم مشاهده میکنیم، این ترشی مختلوط هسته که این ما به فصل تابستان جور میکنیم به خاطر که هوا گرم است از این استفاده کنم. این ترشی دیگر که شما میبینیم به تصویر این خیارشور هسته. این خیارشور ما دوم کنم که از این به فصل تابستان زیاد استفاده میکنم خاطر که خیار که هست از فرد. با نظری آیا تاریخ انقضا هم دارن اینا؟ به خاطری که بسیاری از هموطنان ما همیشه میگن که نزد شما که میباشه، نزد کسایی که آماده میسازن خیلی هم تازه هست، ولی زمان که ما به خانه میاریمش حالت خراب بودن به خود میگیره، دلیلش چی است؟ ما قصد اینا جور میکنیم، بله تاریخ داره، تاریخ میزنیم و از مثلا از امروز که ما تاریخ داریم تا چند ماه، تا پنج ماه، تا شیش ماه، تا یک سال تاریخ داره، ما تاریخ میزنیم. بعد از او به خانه که میبرم یا از او نگهداری درست میکنم یا از قاشق استفاده میکنم که تفلک اینا داخل غذا مثلا زدم قاشق میگذارم داخل بشکی ترشی یا سر بطل خون مکم بستن میکنم هوا به داخل میره یا همو قاشق به داخل ترشی میمونه که این خراب بشه. حتما یک دلیل داره، این ترشی ها هیچ وقت به یخچال قلشته نمیشه، اینا داخل قارقا ما فسته همیشه میتچیندیه. مشتری که میای میبینه از این ترشی مثلا میگه 5 کیلو 10 کیلو 15 کیلو میتونیش بدیم، از این ترشی و مشتری ها از ما هیچ وقت ناراض نبودم. تازه آماده یک خانم گفت که ما خیارشور را جور میکنیم، خانم نظری تقریبا یک ماه میشه رفت سر بطن خیارشور رو باز کردم، خیارشور ما خراب شده. دلیل چیه؟ چرا از شما ما بردیم هیچی خراب نشده؟ ما گفتم یا درست شما نتونستیم موادی که بزرگ بوده اضافه کنیم، یا درست امی نمک یا زیاد انداختیم یا نمک خور کم انداختیم. باز همون همشیری که ترشی از ما برده بود خیارشور باز اون مات پیش ما گفت میشه که دختر مرم به کارگاه رو شامل کنیم کمی ترفنده و هنرهایی که شما به ترشی داریم اینا استفاده کنم. با نظری صحبت های ما ادامه خود داشت. هموطنان عزیز حالا میریم با یک میان برنامه کوتاه، دوباره برمیگردیم. برگشتیم به ادامه برنامه کاروار و بانو مدینه نظری از طریق اسکایپ با ما همراه هستند. بانو نظری، قبل از وقفه شما البته نگاه یا اشاره به چگونه نگهداری ترشی داشتین. چگونه نگهداری بکنیم تا فاسد نشه ترشی و چتنی که ما خریداری میکنیم؟ ترشی که خریداری میکنیم بیشتر و فرمودوم سر همین بوتل باید باز نباشه که به داخل هوا بره، از قاشق به داخل از غذا استفاده کنیم، قاشق ناشسته به داخل گذاشته نشه که هوا میره، به جای گذاشته باشه که نه خیلی زیاد گرم باشه. دیگه نگهداری ترشی همینه، تفلک ها باید به انگشت خود دست نزنن، قاشق ناشسته گذاشته نشه، سر بوتل ترشی باید محکم خیلی محکم بسته کنیم که به داخل هوا نره. بانو مدینه، به نظرتون به تولیدات و محصولات وطنی چرا میگن بی کیفیت؟ البته هم وطنان ما همیشه میگن که از طرف استفاده کننده ها میگن که بی کیفیت، از دلش چی است؟ این گپه که بین مردم جامعه جا افتاده. مثلا بازار میدی میگه ترشی ایرانی داری یا این ترشی شما افغانیه، پرسان میکنه. امروز اگر ما بتونیم از تولیدات خود خود استفاده بکنیم، همین متشبسین ما بهتر میتونم سر پا استاد باشم، متکی به کسی نباشم، فروشات داشته باشم. تولیدی که ما جور میکنیم شما باور کنیم وای اوقات ما ترشی کم میاریم از بس که ما مشتری زیاد داریم. مواد ما از لحاظ بهداشت خیلی خوبه، مواد که جور میکنیم خیلی یک مواد فوق‌العاده جور میکنیم، مشتری ما زیاده. از کسایی که اهل این کسب و کار هستن خواهان اینیم که تو میتونم بیداشت داشته باشم، ترشی جور کنم که ترشی ها بهترین ترشی باشه. بله ما مواد نمیزنیم داخل ترشی، خورما طبیعی جور میکنیم و الحمدلله مشتری های خیلی زیاد هم داریم و از هموطنان خواهم خواهانیم که تو میدونم از تولیدات وطن خود خود استفاده کنم. در مورد حفظ صحی آشپزخانه ها بر ما بگوین که مطمئنن کسایی که کارخانه دارن و آشپزخانه دارن باید مد نظر بگیرن. پیام شما چی است؟ آیا مهم است حفظ صحی یا مراد کردن حفظ صحی؟ بله تشکر از شما. آیه هم هست که میگه النظافت و من الایمانی. مهمترین چیز برای انسان نظافت و صحته. بله به همه ما شما لازمه که در هر بخش کار میکنیم باید نظافت داشته باشیم، نظافت رو جدی بگیریم. من خیلی برای ما مهمه
مهمترین چیز حفظ استرس کاربامنه. نه تنها در بخش توشی جواب و شیرینی گفت، در تمام بخش ها الحمدلله ما نظافت داریم، حفظ استرس داریم، چون مهمترین چیز بر انسان می صحت دیونه. شغل را که شما دارین، آیا یک بانویی که در خانه است به نظرتون میتونه این کار انجام بده و به پیش ببره؟ بله، همه ما خانم ها که بانویی داریم. بله واقعا. در موردی بگوین که مواد خامی محصولاتتان را از کجا میکنین و روزانه چه مقدار از پول را خریداری میکنین مواد خام؟ سپاس از شما. موادی که ما لازم داریم فلان از خود هرات ما این مواد خریداری میکنیم، مثل آرد، روغن، شکر، فلان از اون خود هرات از سوپرمارکت ها ما خریداری میکنیم. ترشیجات هم خریداری میکنیم، فلان مواد خام خور از خود هرات ما تهیه میکنیم. میشه در مورد طرز تهیه ترشی بر ما وضاحت بیشتر بتین؟ چون من خیلی خوش دارم و میخوایم که طرز تهیهش هم بلد شم. تشکر از شما. شیرینی باب تخم ایجاد میکنه مواد خامی و از خود هرات است، مثل آرد و روغن و شکر و نارگیل و دیگه به شما مخان سهیل و گلاب و کلان لوازم موادی که به شیرینی لازم است ما کلان از خود هرات جور میکنیم، باز تهیه میکنیم، باز کلان این مواد میاریم داخل کارگاه شیرینی که ما جور میکنیم. دوستا بریم ما فرمایش میدم از داخل کارگاه بیشتر شاگردا ما بریم ما شیرینی با فرمایش میدم، بعد سوپرمارکت ها، مغازه ها، مکاتب خصوصی خواسته باشم از ما شیرینی ما که میبینم. ما کانال واتساپ و تلگرام هم داریم، به فیسبوک هم میگذاریم کارا خوب. بعد اینا که میبینم خواست برای ما تماس میگیرم، فرمایش میدم. مثلا یک مکاتب خصوصی امروز برای ما زنگ زد گفت که تقریبا 200 یا 350 دونه گلاب ما تهیه کنیم، ما رو تهیه میکنیم، کیکای محفل، مجالس، جشن تولد، ما رو میشتم برای ما کیک جور میکنیم، بسیار کیکای خوشمزه خانگی دیگه. شیرینی جات که میبینم بیشتر رو فرمایش میدم، زنگ میزنم. ولی مو مشکل اینه که ما از طرف مؤسسات، از طرف نهادهای خیریه، از طرف هیچ نهادی تا به فعل حال به هرات ما مورد حمایت قرار نگرفتیم. درست. با نظری میشه در مورد یکی از ترشی هایی که در عقب شما قرار داره بر ما معلومات بدین که در چند روز آماده شده و کدام مواد خام را استفاده کردین؟ یه تصویر که شما مشاهده میکنیم خیال شوری که به پیش گذاشته این خیالشور از خود هرات موادی ما تهیه میکنیم. موادی که به این خیالشور به کار رفته مثل خیار، فلفل تند، سیر، دیگه به شما بگم شوید، نعنای، جعفری داخل مطالعه میبینیم. دیگه بعد این که ما چیز رقم جور میکنیم، آب از این پیش میاریم، آب از این میگذاریم که سطح خیالات پاک تمیز میشوریم. بعد اینا رو روی یک پارچه نخی پن میکنیم، او وقتی خیارشور که چینده میشه، بعد این ترکری با بیرم پاپ کردیم، جور کردیم تا بوشوشیم. بعد آب که یخ شد، باز به هر بوتل که ما چند قاشق نمک میندازیم و سرکه اضافه میکنیم، بعد همین نمک در خودی آب جوش میدیم، اگر دو پیاله آب جوش باشه به یک پیاله میرسه. بعد همون مواد سرکه رو خودی از این آب جوش از که یخ شد اضافه میکنیم، بعد او آب جوشی هم که قبلا آماده کرده بودیم سرکه شد، اینا مواد خور میچینیم به این سرکه و آب جوشی هم که سرچیره بود به این اضافه میکنیم. به مدت یک هفته سر از این ما باز نمیکنیم، بعد از یک هفته سر از این باز میکنیم، تست میکنیم، میبینیم که همین خیار شوری که ما تهیه کردیم به خواست ما جور بشده یا نکنی. وقتی که باز میکنیم میبینیم از اون رنگی معلومه که مواد ما آماده برای استفاده. بله سلامت باشین. من هم چند نکته را یادداشت گرفتم که روزی که اگر خواستم آماده بکنم حتما راهکارهایی که شما گفتین را مد نظر میگیرم. بانو نظری، میخوایم پیامتون را داشته باشم برای زنان که علاقمند هستن که وارد دنیای تجارت، حالا چی کوچک یا بزرگ، وارد دنیای تجارت شوند ولی وارد عمل نشدن چی است؟ سپاس از شما. تشکر شما که ما رو دعوت کردیم، زنده باشیم. سلامت باشیم. پیام خواهران عزیز اینه که هیچ کس ناتوان نیست، همه ما و شما توانا هستیم. میتونم اونا مثل ما میتونم کار بکنم، یک اقتصاد خوبی داشته باشم، از هر هنر اقتدارم، هنر چی، هنر خیاطی باشه، چی بافندگی باشه، چی ترشی باشه، میتونم کار بکنم. اونا مثل ما توانا هستم، یک انگیزی برای دیگران وارد میشه. همین فعلا که من کار میکنم خیلی خوشحال هستم، از لحاظ روحی روانی و از لحاظ اقتصادم الحمدلله خیلی خوبم. و شما به من انگیزه برای شاگردا هم دادم، همین شاگردا هم الحمدلله اینا همه یک سفر ما استاد میشم، میتونم بیترین شاگردا ها اینا من میرفتم فارغ بسازم. پیام به خانواده این است که به خانم ها این است که اونا میتونم هم مثل من کار بکنم، اونام توانایی دارم الحمدلله. خواستم هم از اونایی است که اونام بتونم به این کارا شروع بکنم. بله سلامت باشین.
تشکر از شما. سپاس از شما. زنده باشید. سلامت باشین. بله هموطنان عزیز، این بود برنامه کاروبار امروز که تقدیم شما عزیزان کردیم و بانو مدینه نظری را از ولایت زیبای هرات داشتیم که کلن در مورد مسئولات وطنی بر شما گفتن. تا برنامه فردا که باز هم من لیزا مری خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. الان نگهدارتان.